سلام با ما همراه باشید با خلاصه خبرهای امروز امروز و در سومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی صلاحیت علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی مصطفی پورمحمدی محمدی وزیر دادگستری حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت بررسی شد پیش از این صلاحیت شش وزیر پیشنهادی برای وزارت خانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری، اقتصاد و دارایی، اطلاعات، امور خارجه و بهداشت به بحث گذاشته شده بود. بر اساس نامه مجلس در بررسی صلاحیت وزرا امروز هم دو نماینده مخالف، دو نماینده موافق و همچنین وزیر پیشنهادی سخنرانی کردند. حدود 15 نفر که در اعتراض به استفاده از الفاظی همچون چماق لوری از سوی یکی از نمایندگان مجلس جلوی ساختمان مجلس تجمع کرده بودند بازداشت و پس از 24 ساعت امروز آزاد شدن بر اساس آنچه رسانه ها منتشر کرده اند این افراد اهالی دهدشت در استان کوهگیلی و احمد بودند که عصر دیروز در برابر مجلس تجمع کرده بودند در میان بازداشت شدگان دو روزنامه نگار به نام های صدرا محقق و جواد از همکاران روزنامه شرق نیز وجود داشتند بر این اساس اعتراض این افراد به اظهارات علی محمد بزرگواری نماینده کهکلویه در سحن علنی مجلس و در نخستین روز رعی گیری بود او در سخنان خود خطاب به وزیران پیشنهادی حسن روحانی گفته بود که اگر به منطقه او نگاه ویژه نداشته باشند با چماق لوری با آنها برخورد میکنند ارتش و نیروهای امنیتی مصر از ساعتهای نخست صبح امروز عملیات متفرق کردن تحسن هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور را در دو میدان رابعه، ادویه و نهزت قاهره آغاز کردند این اقدام تا کنون ده کشته و زخمی در پی داشته است آمار اعلام شده درباره شمار قربانیان از سوی گروه اخوان المسلمین که مرسی به آن منتسب است و از سوی وزارت بهداشت مصر ضد و نقیز است اخوان المسلمین از کشته شدن بیش از 120 نفر از اعضاب و هوادارانش تا کنون خبر میدهد اما وزارت بهداشت مصر میگوید تا کنون 56 نفر کشته شدن اقدام ارتش و نیروهای امنیتی باعث گسترده شدن درگیری میان هواداران مرسی و نیروهای امنیتی و ارتش به مناطق دیگر قاهره و شماری دیگر از شهرهای مصر شده است. دولت مصر در بیانیه گروه اخوان المسلمین را به خشونت و شلیک آتش به سمت نیروهای امنیتی و ارتش متهم کرده. اتهامی که آن را گروه اخوان المسلمین رد می کند و بر مسالمت آمیز بودن اعتراضهای خود تأکید می کند. ایران، ترکیه و قطر اقدام ارتش و نیروهای امنیتی برای پایان دادن به اعتراضهای هواداران مرسی را محکوم کردند. ماه گذشته ارتش مصر مرسی را پس از چند روز تظاهرات مخالفانش با خواست استفای او از قدرت برکنار کرد. قرار است امروز مذاکرات صلح اسرائیلی فلسطینی در بیت المقدس از سر گرفته شود. آغاز مذاکرات ساعتی پس از آن صورت می گیرد که اسرائیل 26 اسیر فلسطینی را آزاد کرد. آنها پیش از معاهده صلح اسلو که میان اسرائیل و فلسطینی ها که بر پایه آن تشکیلات خودگردان فلسطینی تشکیل شد، دستگیر شده بودند. هنوز مشخص نیست که مذاکرات پیش رو تا چه اندازه می تواند نتیجه بخش باشد. پس از آزادی و سرای فلسطینی، اسرائیل از طرحی برای ساختن هزاران واحد مسکونی برای شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن خبر داد. سه سال پیش اصرار اسرائیل بر شهرکسازی در کرانه باختری که طبق موافقات بین المللی باید بخش از کشور مستقل فلسطین باشد به توقف مذاکرات انجامید. محمد مسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی از دستگیری 100 عضو بزرگترین باند قاچاق تجهیزات ماهواره به ایران خبر داده است. زاهدیان پیش از این و در روز یکشنبه گفته بود شخصی به عنوان یکی از عاملین اصلی بزرگترین شبکه قاچاق تهیه و توزیع تجهیزات ای در سطح کشور شناسایی شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم او امروز همچنین خبر داده که حدود 4300 گیرنده در تهران و 11 هزار گیرنده در استانهای کشور متعلق به این باند کفش شده است. تجهیزاتی که زاهدیان ارزش ریالی آنها را بیش از 20 میلیارد ریال اعلام کرده است. ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودید. مشروع خبرها در ساعت 21 به وقت تهران.